ضعیفه. به مادر گفتیم چطور میتونستم به مادر بگم؟ چطور؟ اصلا باورم نمیشه که برگ گل لطیفتر. این قصه یک دختر است، دختری با نام محبوبه که او را ضعیفه مینامند. محبوبه دختر ضعیفی نیست، او عاشق است، او دوست دارد و دوستش دارند. او یک تنه به جنگ مشکلات می رود، او جنگ جوست و با هر سنت کهنه‌ای مبارزه می کند، ولی باز او را ضعیفه می نامند. داداشا چی می شه؟ آما جفا چی می پود؟ درد نمی کنه. تو داری اشتباه می کنی. چی رو اشتباه می کنم؟ من با آدمی که به خاطر اجبار و فشار شما بخواد با هم عروسی بکنه. مرجان، بوتیمار، تابش، پیمان، فخار، فرشته مهبان، کهنمویی، فرخلقا هوشمند، گیتی فروهر و محمد بانکی همراه با عده دیگر اعضای تیمی هستند که با رهبری ناصر رفعت ضعیفه را عرضه می کنند. این گوشه ای از زندگی است که به تصویر در آمده و تصویرگران آن با نیروی خارق العاده سعی کردند تا هرچه بیشتر تصاویر به زندگی نزدیک شوند. و این زندگی است از دیدگاهی نو. من محبوبم. محبوبه؟ اصلا هیچ نمی کردم اینجوری جوابمو بدی. بهتر بود که بهت نیم عزیزی جان، ای عزیزی دار دیدم یاران خوشم هم قصه ای به پیچیدگی و سادگی زندگی. قصه یک دختر، دختری که دیگر نمیخواهد ضعیفه باشد. او با مبارزه جدی هرچرا میخواهد به دست میآورد. این مبارزه ایست بین کهنه و نو، بین یک دختر و سه برادرش. وقتی میگم یه دختر نباید تفصیل و پشت بسره بیرون برای همینه دیگه. ما را بگو با خاطر خواهر رفیقمون چون دلم میخواد کنار تو بشینم. بیا بنشین بیار این نازنینم. خدا دونه که ما دیوونه میشم، مگه یک روز قد و بالات نبینم. تو را من میپرستم، امیده وصالت زنده هستم. بیا ای کب که مستم، میونه خوشگلا دل به تو بستم. Thank you.
بیا ای غنچه تازه شکفته عزیزا که باغ گل و ریحونم توی تو بیا ای غنچه تازه شکفته عزیزا که باغ گل و ریحونم توی یار دلم میخوا کنار تو بشینم بیا بنشین بیا ای نازنینم خدا دونه که ما دیوانه میشم اگه یک روز قد و بالات نبینم تو رو من میپرستم تا میده و دولت زنده هستو بیا ای کم که مستم میونه خوشگلا و دل به تو بستم امسال محصول زمینای اون قسمت خیلی بهتر از پارسال شده. اینجاها تعریفی نداره. خب معلومه بایدم بهتر باشه. محصول این حدود بهتر از اون طرف هست. گوش شیطون کر اگه خدا بخواد امسال وضعمون خیلی رو به راست. بنفشه، عجاد تکون بخور. سلام بکن. مگه نمیبینی محسن خان اومده؟ چرا؟ میبینمش. چرا اونجا نشستی؟ زمین خداست. دلم میخواد. اصلا به تو چه مربوطه؟ این زمین مال منه. اصلا همه این جاها مال منه. آره میدونم همه این جاها مال توه، اما آدم های این ده که مال تو نیستن. یه نفر تو این ده هست که مال خودمه. حبیبو میگی؟ تا جونت درد. دختر حیا بکن، شرم کن، خجالت بکش. اصلا میرم تو زمین خودم. بالاخره رامت میکنم. هیچ غلطی نمیتونی بکنی. عجب دختر پر رویه. بهت نشون میدم. قربان خیلی پررو شده، اگه اجازه بدین در اولین فرصت چلکشو بکنیم. من نمیدونم، خودت هر کاری دلت میخواد بکن، هر چه زودتر بهتر. بنفشه گریه میکنی؟ مگه چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ بازم این مرده اومده بود پرت و پلا میکن. محسن خانه میکنه؟ آره اون حق داره، آخه از تو که نام نشونی رو من نیست. یه میوهی که رسیده باشه دهن همه رو آب میندازه. چی کار باید بکنم؟ نمیدونم، از خودت بپرس. خیلی خوب، من میرم به مادرم میگم. چی میگی؟ میگم که من تو رو میخوام. خب منم میرم به پدرم میگم که من تو رو میخوام. بلنشه بلنشه ولی من تو رو بیشتر میخوام. حبیب جون، الهی مادر به قربونت بره، پسر ساربون باید با دختر ساربون عروسی بکنه. پسر ساربون و دختر کت خدا؟ آخه مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ پدر جون، حبیب ساربونه، میدونه شطور کجا؟ در خدا بیا مرزت، هر کاری دلت بخواد میکنی. من سعادت تو رو میخوام، اگه دوستش داری حرفی ندارو. بسرم پدر قربونت برم مادر، نوم کرتم و مخلصتم و نوم گل‌های لاله عباسی، شمدونی‌های اطلسی، با خونچه و دوتو چرا تو سخه چی در تو اتا؟ دست بزن رشتن بزن، دو بزن رو بل بزن، شوشو به عروسیه، شوشو به روسیه. دست بزن دوشتن بزن، رو بزن رو حل بزن، شوشو به عروسیه، شوشو به
بالش سوزن زده، آینه یه روغن زده، با دو تا شاخه نبات جاهات میارن تو حیات. دست بزن دشکن بزن، دو حسن رو حل بزن، شوشو به عروسیه، شوشو به روبوسیه. نیلوفر، تو جشن نامزدی من نمیرقصی؟ نه، حالم خوب نیست. عروسه گیر گلا بکن، از قوت و آن وزن شده بزن و بکن. عروسه گیر گلا بکن، از قوت و آسمون وزن شده بزن و بکن. عروسی یه دست بزن، دو خل زن، دو خل بزن، شوشو به عروسیه، شوشو به روزیه. گل‌های لال عباسی چرا تو صبح چیدن تو بسا؟ دست بزن، رشکن بزن، تو بزن، تو خل بزن. نکرده، هر روز همین موقع میره سر چشمه منتظر حبیب میشه. آره اومده. بریم بچه، یالا بریم بچه. گله کجا؟ نداری پاره کنه، بگیرینش بگیرینش حتی برای از دو باشه بگیرینش کمک کنیم حبیب 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 حبیب. Oh!
تاش نگرد تو یاله برشه بریم دو مرده شما استرخان میخره آره آره به تو مطلش نکن میتونی بری چی فکر میکنی ها؟ اینجا خونه ای من هیچ راه فراری هم نداره اگه مزاحمت شدم و ناراحتت کردم معذرت میخوام فقط میخواستم برای چی من آوردی اینجا؟ چی میخوای از جون من؟ هیچی فقط میخوام باهات حرف بزنم دهانمو برای تو رذل بدجنس با حرفای بد کثیف نمیکنم باریکلا حرفای قشنگی میزنی ولی هر چقدر این کارا رو بکنی بیشتر دوستت دارم گوش کن بنفشه اگه حرف منو گوش بکنی هر چی دلت بخواد بهت میدم همه پولامو میدم به تو هر چی دارم به نام تو میکنم از این پولا و قباله ها به دختر کربلایی جعفرم دادی من نامزد دارم گول حرفای تو رو هم نمیخورم من یه موی اون حبیب کنن آمدی خودمو به صد تا مثل تو آدمای کثیف و عرضه نمیدم برو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه سلام کن اگه به قبول خوش رام نشی به زور رامت میکنم هیچ نمیتونی بکنی خیلی خوب حالا بهت نشون دیگه زلودم برسید کمک کن ساکت باش میخواد داد و فریاد نکن اینجا هیچ کس نیست که به داد تو برسه میدونی هیچ کس اشتباه میکنی من هستم حبیب کی به تو گفت بیا اینجا بلش کن چی گفت بیان ها؟ خوخه جارت نمی کشی نه پس بترم بترم احوال بیشور این خوشمت حالا حالیت میکنم دست از این کارات بر نمیداری را عدب میکنم بگیر حسابت رو میرسم خدایا همه بنده ها تو از بلا حفظ کن همه مریضا رو شفا بده بارلا این یه دونه پسر منم از شر شیطون و مردم شیطون صفت حفظ کن آمین یا رب العالمین خلاصه این دعوای دیروز رو مبادا به کسی بگی یا آبرومون میره راستی حبیب پس کی میخوای عروسیمونی رو بندازی چه خبره جلوی خونتون جاندارمه بریم ببینیم
به من پیرزن به خاطر جدم رحم. خانم این حرفا رو می‌خواستی قبلا به پسرت بزنی. خدا می‌خواست که زنده بمونم و رسواش کنم. چیه؟ چه خبر شده مادر؟ چی شده؟ پسرم بهشون بگو که دزدی نکردی بری. دزدی؟ بله. همه ی اهل ده میدونن که از خونه من دزدی کردی و میخواستی منو بکشی. تو دزدی، تو آدم کشی، همه میدونن که داری دروغ میگی. خب اگه اینطوره پس چرا همه ساکتن و هیچی نمیگن؟ میترسن از بیشرمی تو، با خبرن، میدونن اگه چیزی بگن زیا میکنی. ملاحظه می سرکار، جلوی شما هم که مأمور دولت هستین داره به من توهین میکنه. ببینم، تو دیشب برای دزدی به خونه من نیومدی؟ نه. بسیار خوب، پس اجازه میدی خونه تو بگردن؟ نه، من اجازه نمیدم کسی خونمو بگرده، اجازه نمیدم. نه، نمیذارم. بذار بگردن. نه پسرم، اجازه نداری کسی خونه منو بگرده. بذار بگردن مادر، به خدا دروغگو رسوا میشه. بذار بگردن، هر کاری دلشو میخواد بکنن. خیلی خوب بچه ها، دنبال من بیایین. اینم مدرک دزدی. بابا دزدی. مادر. نه، این دزد پسر من نیست. مادر بیا فریم. بس کنید حمید، چرا حقیقتو نمیگی؟ بگو که دوست نیستی. بگو به همه که جریان چی؟ درفشه سرکار، اجازه میدین من از نام زدم خفزی کنم؟ اشکالی نده، برو. خیلی ممنون. حقیقتو نگفتیم. حرفمونو باور نمی کنن، اون وقت آبرمون میره، حقیقت خودش معلوم میشه. ناراحت نباش، من زود بر می گردم. تو هم به بابات بگو برو ده بالا پیش عمود، این گرگا نمیذارن تو راحت باشی. خداحافظ. خدا. Okay.
هر دم به نالم از همه یاد دلم تنگه دلم تنگه خدا یا بی قرارم به جز حسرت به جز محنت تو این دنیا ندارم به جز حسرت به جز محنت تو این دنیا ندارم درخت سبز بودم کنج بیشه مرا کن باغ بود بازر به پیشه مندن که قلیونم بسازم که آتیش بر سرم باشه همیشه برون تنها مثال نم نم بارون به گریان چو شب نم قد رها با چشم پر از خون به گریان دلم تنگه دلم تنگه خدا یا بی قرارم به جز حسرت به جز محنت تو این دنیا ندارم دلم تنگه دلم تنگه خدا افسرد حالم به جز حسرت به جز محنت تو این دنیا نیلوفر که اینجاست؟ کی اومده؟ چشه؟ مثل این که ناراحت؟ آبیستنه آبیستنه؟ تو که شوهر نکردی؟ جلوی اینا چیزی نگو بد میکنم آره محسن خان گولم زد این بلا رو اون سرم آورد مجبورم بیام اینجا چند دفعه خواستم خودم رو بکشم اما دیدم اگه من گناهی کردم این طفل معصوم که گناهی نکرده این پدر سوخته مثل گرگ میمونه چند وقت دیگه میذاری به نظرم دو سه ماه من میرم گلی خانم صدا کنم تو هم برو بالا پشتمون از اون بگو تا من برگرد چشم خانم خدایا خودت کمکش بکن انشالله که پسر باشی
نیلوفر داری میزد به فاتیه هم بگو بیاد باری کرده پسر جون کجا برم زود باشین دیگه بیجامی برو تو آمدیم دیگه اشهد ان امیر المؤمنین علی ام ولی الله اشهد ان امیر المؤمنین علی ام ولی الله قربونت برم الهی الان دیگه تموم میشه الان راحت میشه یه پسر کاکل زری خوش با حال نیلوفر که بچهش پسره نیلوفر اسمش نیلوفر قشنگه که ختنش کنی انشالا به موقعش این ختنه سرون خوب میگیری انشالا Thank you.
شه مستانه بزن حد سرونه امو دلاج اومده امو دلاج و دلیباج اومده پسرا دارن تماشا میکنن دخترا بل بل بربا میکنن من خلاسیش کن اسفند دور دود کن جالا دود اسفند تو چشمونه حسود کن من خلاسیش کن اسفند دور دود کن جالا دود اسفند تو چشمونه حسود کن یا که روز شادیه دست بزن و خنده بکن به روشنی دلت را چون خورشید دامنده بکن خط سرونه همو دلاج اومده همو دلاج و دلی پاج اومده پسرا دارن تماشا میکنن دخترا ز شادی دوها میکنن من خلا آتیش کن اسفند دونه دود کن یالا دود اسفند تو چشمونه حسود کن من خلا چرا این کاری کرد؟ چطور شد فرد شد؟ بگیم کسی نمیدونه، ما چیزی ندیدیم، صدای یه جیغ شنیدیم، وقتی اومدیم دیدیم خود چه اکو فرد کرده نشده بود. چرا این کاری کرد؟ چشمای منو پاک کن. به همه بگو برم. چرا؟ میخوام باید حرف بزنم. یالا بابا آره میگه همه رفت. چی میخواستی بگی؟ نمیتونستم این ننگو تحمل کنم. فقط تو میدونی که پدر این بچه کیه. به همه گفتم که پدرش رفته مسافرت. بگو، حرف بزن، بقیهشو بگو. دلم میخواد بهش نگن. حروم زاده، قول بده، قول بده سر این بچه رو فاش نکنی. اونو مثل بچه خودت دوست داشته باشی، بزرگش کنی. قول بدم. من به این قرآن قسم بخورم. قسم میخورم. ناراحت نباش، گریه نکن. شنیدی چی گفت؟ تو هم باید قول بدی برای راحتی روحش سر این بچه رو به کسی نگی. قول بده به کسی نگی. قول بده عمو حسن. قول بده. قول میدم. حالا یه چند روز دیگه پیش ما بمون. نه دیگه، خیلی به شما زحمت دادم. دلم برای بابامم تنگ شده. از حبیبم بی خبرم. میرم بلکه خبری ازش بگیرم. خلاصه هر بدی خوبی از ما دیدی ما رو ببخش. فقط عمو حسن، یادت باشه هر دومون به نیلوفر قول دادیم که سر این بچه رو به کسی نگیم. خاطر جمع باشی. عمو حسن اگه سرش بره قولش نمیره. خب خدا سلامت. Thank you.
سلام بابا اومدی. دلم واسه یه ذره شده بود. الان همینطور. این بچه مال کیه؟ این بچه مادرش مرده، اما دم مرگ اینو به من سپرده. پدرش کیه؟ من اونو نمیشناسم. شاید پدرشم مرده باشه. واضح تر حرف بزن. بیشتر از این که گفتم چیزی نمیدونم. راستی از حبیب چه خبر؟ از حبیب فقط میدونم هنوزم تو زندونم. باش، خدا بزرگ. بریم تو دختر جا. بریم بابا جا. سلام بنفشه خانم. هنوز دست از لجبازی بر نداشتی؟ برو کنار و الا فریاد میزنم و رسوا میکنم. منو رسوا میکنی؟ خوبه، تو بچه حرومزاده تو خونت داری، من باید از رسوایی بترسم؟ حرومزاده؟ گوش کن بنفشه، اگه حرف منو گوش کنی اونطوری که دلم میخواد باشی، کاری میکنم که حبیب از زندان آزاد بشه. میخوام سر به تنت نباشه نامرد بی غیرت. خیلی خوب، هرچی دلت میخواد بگو، ولی اینو بدون کاری میکنم که دیگه نتونی اینجا زندگی کنی. رسوا و آوارت میکنم. هر غلطی دلت میخواد بکن. بسیار خوب. قمر از عقرب آمد بیرون. کاری میکنم که تمام مردم تو بلعنتش کنن. به همه بگوی بچه حرومزاده داره. میگم در خدمت گذاری حاضرم. تا دو سه روز دیگر خودش میآید و به پای شما میافتد و طلب بخشش میکند. شما شیرینی دایی رو مرحمت کن، بقیه کارها با خودم. ببینیم و تعریف کنیم. خاطرتون جمع باشد قربان. قدمتون سر تخم چشمم. خوش آمدید، نوکر شما هستم. آمیزاشون دستم به دامنه. قربون شکلت برم، به من کمک کن. آمیرزا جون دست به خاکی به سرت بده بابا. بفرما ببینم چی شد. گاف سیاهه سه روز پیش مرد. گاف سفیدم داره میمیره. الله اکبر. ببین همشیره جون، خدا بر حق بر منکرش لعنت. بشما این بلاها که به مال و حشممون میخوره باید به جونمون بخوره. بازم خدا مهربونه، والا باید شکر. الهی شکر. ببین آبجی، ما اسم خودمونو مسلمون گذاشتیم، نماز میخونیم، روزه میگیری. بله. اما از بغل گوشمون خبر نداری. کجای این نماز روزه ها قبوله؟ وقتی یه زن نانجیب تو ده ما هر کاری که دلش میخواد میکنه. آمیرزا جون، کی نانجیبه؟ کی؟ بنفشه، دختر کت خدا. مگه ندیدی که یه بچه داره؟ اونم بچه ای که معلوم نیست باباش کیه. باباش این سیلی که اومد نصف درو بود، اون آفتی که سر درختی ها رو زد، این مرگ و میری که تو مال و حشممون افتاد، همش مال اینه که این زن با بچه حرومزادش سر و مار و گنده داره را میره. پناه بر خدا. خدا قهرش میگیره. پناه بر خدا، چه دور زمونه شده. آمیرزا جون یه فکری بکن. من فکرم رو کردم، بلدم چیکار کنم. تو هم به همه بگو که تمام این بدبختی ها زیر سر این دختره نانجیبه. برو بگو. چشم آمیرزا. برو بابا جون. خدا سایت از سر ما کم نکنی. برو بابا جون. برو آمیرزا. بگو. برو قربون اون قربت برم الهی. این دختره بی حیا باید از این ده بره بیرون. قهدی آورده خوشتی آورده مردان این ماها بیخانه کردی. بیا بیرون این بی حیای هر سا. بیا باید این بیا بیرون این جو حد داری. بیا من چی میخوای؟ تو نانجیبی، باید از اینجا بری. بله باید از اینجا بری. بله باید از اینجا بری. قحطی آورده مردم و بدبخت کرده. بله باید از من بله تو دختره بی حیا. این مرمونه که هر روز داده باباش کیه؟ ما باید بدونیم. چرا خط خون گرفتی؟ بگو باباش کیه؟ دختره پر رو باباش کیه؟ یلا باباش
نمیتونم. گناه منو نشوری. کدام از تو بدش میاد؟ برعکس، من فکر میکنم خدا از آدمایی مثل تو بیشتر بدش میاد. حضوری باقوف، دختره بی حیا، تقصیر شماها، دختره هرزه. هرزه؟ کی هرزگی منو دیده؟ ها؟ چرا جواب نمیدی؟ میگم کی هرزگی منو دیده؟ من میخوری که هرزگی منو به چشم دیدی؟ سلام. من افشه جان. سلام بابا هیدر. سرتو شکستن بابا. سرم عیبی نداره، دلمو شکستن. هیدر بابا، پدرم چی شد؟ مرد. خاکش کردم. ها، منو ببر سر خاک پدرم. میترسم دختر جان، ببینمت خدایی نکرده. میخوام برم باش خداحافظی کنم. پس باش، باشو باش. خدا بیا بازدش. مرد خیلی خوبی بود، خیلی به من مهربونی کرد. Oh, my God.
دختر بابا، تو قرآن بلد نیستی بخونی؟ چرا دختر جان؟ پس بخون. آخه برای پدر بیچاره من هیچ کس قرآن نخوند. بسم الله الرحمن الرحیم. میگن دو شب اول قبر آدم رو فشار میدید، پدر بیچاره من فشار ندید، زندگی منو خیلی رنج داده. ای خاک سیاه، پدر سیاه بخت منو اذیت نکنید، زندگی منو خیلی. که تیرون جایی رو بلد نیستی، کجا میخوای بشی؟ خدا بزرگ، میرم پیش حبیب. ببین دخترم، خونه من اون طرف رودخونه است، اگه دلت بخواد میتونی اونجا ببینی. نه هیدر بابا، من میرم، دلم ور نمیداره اینجا ببینم. میل خودت دخترم، هر کاری دلت بخواد. ماشین اومد. نگردار بشو دخترم، بشو. خدا حافظ هیدر. سلام منو به حبیب برسون، یادت نشه بابا. دست حق پشت و پناهت باشه، به خدا سپرد. خاتم ماشین بعدی میام، از یه دیگه بس وایسی. سرکار، زندون از کدوم وره؟ از اون وره. از اون وره؟ آره. خدا عوض نکنه. خدا ذلیل کنه هر چی رفیق نامرده. تا حالا 14 ماهش گذشته، ان شاء الله 4 ماه. ملاقات حبیب رمضان علی. قربون دستتون، یه خورده مواظب این بچه باشین تا من برگردم. برو مطمئن باش. سر عباس صدا کردی. مادرم برای سفره ابوالفرز نصب کرده داداش. ان شاء الله وقتی آزاد. سلام حبیب، برو سفره رو میندازه. قربونت. با چی اومدی تهران؟ مگه قرار نبود بری ده بالا بمونی؟ اومدم تو رو ببینم، خیلی دلم برات تنگ شده بود، به زحمت تونستم اینجا رو پیدا کنم. چیه؟ مثل که ناراحتی؟ نه نه چیزی نیست. چرا؟ لابد اتفاقی افتاده؟ نه نه، فقط اومدم تو رو ببینم، همین. مادرم حالش خوبه؟ آره حالش خوبه، فقط برای تو ناراحت بود. بابا چطوره؟ بابام اونم حالش خیلی خوبه. آره خیلی خوبه. راستی حبیب، تو کی آزاد میشی؟ نمیدونم، هنوز تکلیفم معلوم نیست. بالاخره آزاد میشم، برام دعا کن. هر روز سر نماز برات دعا میکنم. وقت تموم شد، وقت ملاقات تموم شد. بفرمایید خواهش می‌کنم. راستی یه کمی سیب برات آوردم، دادم تو دفتر زندون بهت بدم. آقای پاسبون، اون سیبا مال حبیبه. چشم خانم، توکل به خدا بکن. خدا حافظ. خدا thank you.
ناراحت شدی؟ نه چیزی نشد. کجا میخوای بری؟ هیچ جا. تو تهران کسی رو نداری؟ نه خیر. دلت میخواد کار بکنی؟ بله. میای خونه خودم بمونی؟ خدا عوضتون بده. اگه این کارو بکنین تا عمر دارم دعاتون میکنم. ببریم. این بر میرم اون بر میرم با هکل بی مازد 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 برنامه چطور بود؟ خیلی عالی بود. مشتری‌ها تمام راضی هن. راستی از بنفشه چه خبر؟ تو این مدتی که پیش منه هنوز نتونستم راضیش کنم. خلاصه اگه بتونی بیاریش کافه خیلی عالیه. یواش یواش بالاخره راضیش میکنم جونی. لا 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 دل من وای دل من وای دل من دل کافر نشی مثل دل من وای دل من کوریه آهنگرونه یقین دل بر نصیب به دیگرونه آخ الهی دیگران رو مرد بینان پلنگ بر دوش غب بنفشه؟ بله خانم. بالاخره تصمیم نگرفتی بیای کافه با خودم کار کنی؟ حیف این صداست که ازش استفاده نمی کنی دخترم. آخه خانم جون یه دختر دهاتی رو چه به توی کافه خوندم. خیلی هم خوبه. بچت هم که ماشالله بزرگ شده. دیگه ناراحتی نداری. آخه من دیگه آخه نداری. چه کنم دستم چو به اون نرسد دل من گر گریه ز غم نکنم چه کنم دنیا دنیا
همه جا رونده شده دشگسته پر از همه کاغذ از همه جا رونده شده دشگسته پر از همه کاغذ از همه جا رونده شده نمیبینی بچه داره گریه میکنه به درجه سیاه که گریه میکنه من که نمیتونم به خاطر بچه تو پاپامو تعطیل کنم سلامت همه تون به هم میخوره آهنگ لالایی رو بزنی What?
واسه من ننه من غریبه هم در آورده. حالا دیگه شکمت سیر شده، به پور رسیدی خودتو گم کردی. خلاصه گوشاتو واکن ببین چی میگم. اینجا مجبوری هر چی بهت میگم گوش کنی. از این به بعد سر میز مشتریان باید بری. او من به پول لباسی که بخواد شرف و آبروم از بین ببره تخت میکنم. دیگه هم اینجا نمیمونم. پول و لباس خوب ارزونی خودت. آره تو بمیری وقتی شکمت گشنه موند خودت برد. بله دیروز خیلی هم خوشحال بود رفته ده با نامزدش عروسی بکنه. نامزدش منم رفته با من عروسی کنه. خدا عمرتون بده جناب سرما. به خدا اون بیگناه بود. بریده آبرو منو بردی. حبیب خفشو نمیخوام حرف بزنی. گوش کن حبیب. گفتم نمیخوام حرف بزنی. آخه حبیب سب کن ببین چی میگم. نمیخوام صدا تو بشنوم. برو از اینجا میگم. برو از اینجا. خیلی خوب بس دیگه آبرومون رفت. باشه میرم. آبرو تو دیگه برای من آبرو نذاشتی. بیا آبرو. نه سلام بابا. باز چی شده؟ چرا داری گریه همو کنی؟ با این کارت خودت از بین مبری. چی کار کنم؟ آخه امنال بشیم خونه من. خدا بزرگه. آره آره خدا بزرگ. پیار خدا بیامرزت. بیا اینجا کارت داره. بله مادر. حبیب جون من دلم خواهد تو زن بگیری. زن بگیرم؟ آره مادر این آرزوی هر مادریه. من دیگه زن نمیگیرم. نه نه این حرفو نزن. من دلم خواهد تو زن بگیری سر و سامونی داشته باشی. گیرم که من زن گرفتم اونم مثل بنفشه. نه مادر جون همه دخترها که یه جور نیستن. مثلا همه آسیه دختر حاج مراد آسیا بود. من دلم خواهد اون عروسم بشه. حبیب جون یه چشا داره به این درشتی. اصلا همه چیزش به رباب خانم مادر خدا بیامرزش رفت. مادر جون به من اجازه بده برم خواستگاری. الهی مادر به قربونت بره. من آرزو دارم عروسی تو رو ببینم. دلم میخواد قبل از مرگم تو رو دومات کنم. خیلی خوب من حرفی ندارم. نه نمیشه. نباید این کارو بکنی. نه عمو حسن. عمو حسن تو قسم خوردی. من حرفی تو. نه من حرفی. نمیتونم بگم. نه من نمیتونم این کارو بکنم. نمیتونم. سلام. سلام دخترم خواب میدیدی؟ خواب دیدم حبیب میخواد با یه دختر عروسی کنه. آخه چرا خودتو بدبخت کنی؟ من مثل پیرت میمونم. به من اطمینان کن. اگه سری تو این کارت هست به من بگو. نمیتونم بگم. لجبازی نکن دختر. من نمیتونم. پشیمون میشی. دیروز توده شنیدم که میگفتن امروز عروسی حبیبه. نه اون این کارو نمیکنه.
چجور میتونم بهش بگم؟ فقط عمو حسن میدونه که من بیگناهم. خدا جون خودت کمکم کن، خودت نجاتم بده خدایا. خدایا منو ببخش، ببخش از اینکه باید قسمم رو بشکنم. این دختره پیه خودشم داره از وی میبره. دیگه نمتونم، دیگه نمتونم صبر کنم. بلند شو تا دیر نشده به همه بگیم که این بچه مال بنفشه نیست. بشین. این دختره فکر نمیکنه اگه خودش از وی بره دیگه کسی نیست این بچه بیگناه نگهداری بکنه؟ باید خودمون کمک کن. باشه ایوال دختر خوبی گیره دختره، خوب عروسی نصیبت شده. آره نه نمیدونم چرا حبیبی نا نایمدن. خیلی دیر شما رو حد نباش برم سرم. Thank you.
عروس خانم دهنه تو شیرین کن. قربون عروسم برم. ایشالله عروسی خودت خدیجه جون. بفرمی دهنتونو شیرین کنیم، قابل نداره. بچه چی شد؟ عموی بنفشه از دهی بالا اومده که عروسی آسیه رو با حبیب به هم بزنی. میگفت که بنفشه بیگناهه، بچه‌م بچه نیلوفره، پس معلوم میشه بنفشه بیگناهه. حالا کجا؟ نزدیکای خونه. بریم ببینیم. آره حبیب جون، همین که گفتم. آره این بی‌انصاف به سر بنفشه در آورده. این بود که بنفشه رو از این ده بیرون کرد. این بود. تو چی حرف بزن. من به خدا بی تقصیرم، من گناهی ندارم. محسن خان به من پول داد گفت این کارو بکن. تقصیر این دور دستی ما. بگو حرف بزن. تهمت دزدی به هم زدین، نامزدمو گرفتین، زندگیمو به هم زدین. بگو حرف بزن و الا خفت میکنم. حرف بزن. نه حالا موسی آره کجا؟ بلند شو بریم، یالا بلند شو. دیگه چی میخوای؟ شو دیگه چی میخوای؟ بازم ولم نمی کنی؟ گفتم بلند شو با من بیا. اگه نیام اون وقت مجبورت میکنم. برو گم شو. برم گم شم؟ چشم، ولی این بچه رو با خودم میبرم. گوش کن ببین چی میگه. اگه دنبالم نیای دیگه این بچه رو نمیبینی. بی انصاف، مادرش رو کشتی وسط نبود، حالا میخوای اینم بکشی؟ یادت رفت نیلوفر بیچاره رو گولش زدی؟ دامانش رو آلوده کردی؟ اونو به سینه گولستون فرستادیش؟ آره این بچه بچه این نیلوفره، باباشم توی. حالا میخوای این بچه رو به ریش من ببندی؟ من اینو از جون خودم بیشتر دوست دارم. ولی این جون تو ازت میگیرم. بدش به من. برم کن، این حرفا به من نمیچسبه. من میبرمش، تو هم اگه دوستش داری دنبال من میای. کجا میبری؟ برو بالا.
خون تو این رقمه میکشم. بیام و بچه‌تون رو خطنه بکنم.